روز 9 دی رژیم آخوندی نمایش های خیابونی به راه انداخت تا هم سرنگون نشدنش رو جشن بگیره و هم برای حفظ نیروهای پژمرده و افسردش فیگور اقتدار رو ثبات بگیره. از ورشکستگی اون نمایش ها که بگذریم، اذعان به حتمیت انقلاب، فضای انفجاری جامعه و اینکه طوفانی در راه، در اظهارات مقامات، رسانه ها و مهره های هر دو باند حاکم موج میزنه. گزارش کوتاهی رو در این مورد با هم ببینیم. اذعان به عدم کارایی سرکوب و اینکه ممکن است سرکوب نتیجه عکس بدهد یکی از عواملی است که موجب وحشت مهره های رژیم شده است. جانبخش محبینیا روز 9 دی ماه در مجلس ارتجاع هشدار داد: تهدید ملت از جهل، غرور نتیجهش هلاکت، خصومت به بار میاره و آخر سر هلاکت حاصل کاره. مسئله بعدی، برادران، خواهران، علما، استادان دانشگاه، نخبگان، دولت، قوه قضاییه، سال را پرحادثه نشان ندهید. هنوز سال اتمام نرسیده میگیم برای سال 98 یک بلایی در راه است. انتصاب قیام مردم به دشمن خارجی هم از آنجا که به کلی برخلاف واقعیت است، مدعی را به ضد و نقیزگویی می کشاند. نمونهش حرفای علم الهداست که با تمام تلاشش ناخواسته اذعان کرد نارضایتی مردم ریشه در اقتصاد و سرکوب فرهنگی دارد. ممکنه مجرای فتنه تو جریان‌های فرهنگی باشه، تو جریان‌های اقتصادی باشه، اما مجرای فتنه داخل جامعه است. مبدأ فتنه دشمن هست، یا دشمن از بیرون فتنه رو روشن می کند، آتش فتنه رو داخل جامعه می فرستد و جامعه رو منفجر می کند با فتنه، یا این که نه، از همون اول فتنه رو در داخل خود جامعه ایجاد می کند و در داخل جامعه سرایت پیدا می کند و فراگیر می شود. آخوند علم الهدا با یادآوری قیام 88 ابراز وحشتش را از قیامی که در راه است نتوانست پنهان کند. این قصه سال 88 نیست، این قصه خیلی قوی تر، قصه امروز ما هم. علم الهدا با اذعان به این که اینها میخواهند ولایت فقیه را براندازی کنند و با ابراز وحشت از کابوس سرنگونی گفت: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشون فرمودن دشمن در سال 97 دنبال یه مقدماتی است که از این مقدمات نتیجه بگیرد برای فتنه سال 98. سال 98 که 10 سال از فتنه 88 گذشته، دشمن میخواد وارد یه عرصه‌ای بشه که دقیقاً فتنه سال 88 رو در سال 98 تجدید کند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو مجلس ارتجاع با اشاره به قیام دی ماه 96 که با شعار مرگ بر خامنه‌ای خیز ملی برای براندازی نظام را به نمایش گذاشت، نسبت به ویژگی فراگیر شدن قیام طبقات محروم و سرایت آتش قیام به طبقات میانی هشدار داد و گفت قرار گرفتن آنها در مقام گروهی سرخورده و مظلوم امکان همزادپنداری بخش‌های دیگری از جامعه با آنها و گسترششان را نیز فراهم می‌کند. محمد رضا تاجیک از باند اصلاح طلب هم به شرایط انفجاری جامعه اذعان کرد و گفت تصویری که من از جامعه ایران امروزی دارم یک نوع مثلا از هم دررفتگیه، یک نوع ناخوشیه که امراض مختلف، بیماری‌های مختلف متراکم شدن. این کارگزار نظام با اذعان به بیراه حلی نظام و تاکید بر عقب افتادن رژیم از شرایط اجتماعی بر حتمیت انفجار اجتماعی اذعان کرد و افزود آن علاج که تدبیرگران منزل می‌کنند درمان نیست، بیمار می‌کنند. آن عمارت که می‌کنند ویران می‌کنند.
از نشانه ها پی نمیبرند که حادثه ای در راهه، از نشانه ها پی نمیبرند که رخدادی در راهه.